اجازه بدیم برای جزئیات بیشتر همراه بشیم با توماج تا باز بله منم توماج چه جزئیات بیشتری در مورد این گفتگو میدونیم برامون بیشتر بگو. گلاره دوباره برگشتیم. بله واقعیت اینجاست که به گفته آقای زلنسکی گفتگوی معنادار بوده، ولی ما جزئیات خیلی زیادی از این گفتگو که طولانی هم بوده نداریم. البته مدت هاست که بسیاری منتظر بودن تا این گفتگو انجام بشه و می‌خواستم ببینم به چه گونه و به چه صورت انجام خواهد شد. دولت چین گفته که آقای شی و زلنسکی در مورد بحران اوکراین تبادل نظر کردن طبیعتاً و چین قراره نماینده ویژه رو به اوکراین و دیگر کشورها و طرف‌ها و نهادهای دخیل در بحران اوکراین اعزام بکنه. آقای شی گفته چین همیشه در طرف صلح قرار داره و موضوع اساسی بیجینگ یا پکن همینه که دیالوگ یا گفتگو میتونه صلح رو به وجود بیاره. جزئیات خیلی زیادی نیست، اما آقای زلنسکی گفته این تماس و انتصاب سفیر جدید اوکراین در چین یک انگیزه قدرتمند به توسعه روابط دو جانبه میده. در نتیجه میشه دید یک نوعی در واقع ظاهرا خوشبینی، در واقع حالا یک خوشبینی نسبی در مورد گفتگوها فعلا وجود داره، اما واکنش های مختلفی داریم. در خود چین طبیعتا رسانه های دولتی واکنش های بسیار گسترده نشون دادن. اگه بخوایم از اون به اصطلاح تعارفات پروپاگاندایی و دیپلماتیک بگذریم، در بین سطور نشریاتی مثل گلوبال تایمز وابسته به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین میشدید که چین میخواد بیش از گذشته وارد روند دیپلماتیک حل بحران اوکراین بشه. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته روسیه متوجه آمادگی چین برای تلاش به ایجاد یک روند گفتگو هست. یک واکنش خیلی دیپلماتیک بدون اینکه استقبال یا به اصطلاح یک واکنش مستقیمی در واقع به این تماس تلفنی باشه. کاخ سفید استقبال محتاطانه ای کرده، گفته باید منتظر ماند و دید آیا حرکت معناداری برای صلح انجام خواهد شد یا نه. سخنگوی کاخ سفید گفته اگر پوتین بخواد به جنگ اوکراین خاتمه بده این کار خیلی ساده است، کافی اوکراین رو ترک کنه، اما به نظر نمیرسه که در آینده نزدیک ما شاهد همچین چیزی باشیم. اتحادیه اروپا هم واکنش نسبتاً محتاطانه و استقبال نسبتاً محتاطانه ای کرده، گفته این اولین گام مهم از سوی چین هست که خیلی منتظرش بودن در اجرای مسئولیت هایی که بیجینگ یا پکن به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل بر عهده‌اش هست. میدونیم که اتحادیه اروپا و مقام های اروپایی بارها گفته بودن که منتظر هستن تا چین یک واکنشی نشون بده، از نفوذش استفاده کنه برای پایان دادن به جنگ در واقع در اوکراین. با همه این استقبال ها ولی واقعیت اینجاست که ما هنوز نمیدونیم که ریز یا جزئیات گفتگو دقیقاً چه بوده. در این حال اظهارات سفیر چین در پاریس در هفته گذشته هم باز تردیدهایی رو ایجاد میکنه. اگر به خاطر بیاریم گفته بود که اساساً استقلال اوکراین و حتی استونی، لیتوانی و لتونی رو زیر سوال برده بود سفیر چین در پاریس، و به هر حال این تردیدها همچنان وجود داره. ولی خب همه منتظریم ببینیم که بالاخره این جنگ مرگبار کی و شاید چگونه به پایان خواهد رسید و شاید این گفتگو تأثیری روی اون داشته باشه. ممنونم تو ماچ، مطمئنم واکنش ها ادامه داره. سعی می‌کنیم در بخش‌های خبری دیگه به تو برگردیم و تو با تازه‌ترین‌ها ما رو همراهی کنیم. متشکرم.